همانطور که در ویدیوی قبلی دیدید، در 26 نوامبر 1977 ناگهان تصاویر تلویزیون در انگلستان دچار برفک و خرابی شد. در همین حین ناگهان صدای کسی که خود را ویریلون و از ورای زمین معرفی می‌کرد از تلویزیون به گوش رسید که به مدت 5 دقیقه به طول انجامید و حاوی پیام و یا به عبارتی بهتر هشداری برای انسان‌ها بود. اما آیا این اولین و یا تنها پیام از سوی بیگانگان بود؟ در سال 1896 نیکولا تسلا اظهار داشت که میتواند از نسخه سیستم انتقال الکتریکی بیسیم خود برای تماس با ساکنین مریخ استفاده کند. در سال 1899 در حالی که آزمایشاتش را در ایستگاه آزمایشی کلرادو انجام میداد، سیگنالی را از سیاره مریخ کشف کرد. این سیگنال یک سیگنال استاتیک تکراری عجیب و غریب بود که در هنگام غروب مریخ آغاز میشد و تا نیمه های شب ادامه داشت. از 21 تا 23 آگوست 1924 که بعداً در امریکا به نام روز ملی سکوت رادیو نامگذاری شد، تمام رادیوها به مدت 5 دقیقه در هر ساعت قطع شدند. در همین زمان در رصدخانه نیروی دریایی ایالات متحده یک گیرنده رادیویی با استفاده از یک دوربین رادیویی که توسط کالج امهرس و چارلز فرانسیس ساخته شده بود، کیلومترها بالاتر از سطح زمین را با تنظیم دقیق به طول موج 8 و 9 کیلومتر برای دریافت سیگنالی ناشناس پوشش میداد. این پروژه توسط دیوید تات به کمک دریا سالار ادوارد باربر انجام میشد و ویلیام فردریک فریدمن، رئیس رمزگذاری کننده ارتش ایالات متحده، برای ترجمه هر گونه پیام بالقوه از طرف مریخ در محل حضور داشت. اما هیچ گونه گزارشی از نتیجه این پروژه اعلام نشد، به جز نامگذاری 3 روز در ایالات متحده به نام روز ملی سکوت رادیو. از 1947 به بعد اتفاقات عجیبی روی داد و گزارشات زیادی مبنی بر حضور فرازمینی‌ها در اطراف ما ارائه شد. از اتفاق رازول در نیومکزیکو و همچنین ناپدید شدن رئیس جمهور امریکا در فوریه 1954 گرفته تا حضور یوفو بر فراز تأسیسات هسته‌ای امریکا و از کار افتادن آن تأسیسات و در پی آن توافق تاریخی امریکا و روسیه و در نهایت ارسال پیام عجیبی در سال 1962 به سیاره زهره. در 19 نوامبر 1962 یک پیام رادیویی با کد مورس به سیاره زهره ارسال شد. در این پیام 3 کلمه روسی به نام MIR که به معنی صلح، لنین که به معنی لنین و SSSR که مخفف اتحاد جماهیر شوروی است به سیاره زهره ارسال شد. اما موضوع کمی پیچیده شد وقتی که این پیام با همین محتویات از سوی سیاره زهره به سمت زمین ارسال شد و آنتن افپاتوریا آن را دریافت کرد. در 1974 طی یک مراسم و جشن ویژه به مناسبت بازسازی تلسکوپ رادیویی آرسیبو در پورتوریکو، مجموعه داده‌هایی که توسط کارل سیگن و همکارانش جمع‌آوری شده بود از طریق امواج رادیویی به فضا ارسال شد. این قوی‌ترین ارسال پیامی بود که با اراده انسان به فضا مخابره شد. این پیام مستقیما به خوشه ستاره‌ای که حدود 25000 سال نوری از زمین فاصله دارد فرستاده شد و حاوی پیام‌های تصویری نیز بود. این سیگنال های رادیویی موقعیت سیاره ایمان در منظومه شمسی و همینطور مبانی اصلی علمی و ریاضی بشر را به تصویر کشید. این پیام همچنین حاوی جزئیاتی درباره انسان ها بود که این جزئیات شامل شکل جسمانی و ظاهری انسان و شکل دی ان ای می شد. در 21 آگوست 2001 گزارشی مبنی بر پدید آمدن دو نگاره درست در کنار بزرگترین تلسکوپ بریتانیا، یعنی رصدخانه چیل بولتون و محل بزرگترین رادار هواشناسی قابل هدایت دنیا داده شد. یکی از آن دو نگاره به نام صورتک آدم نما نامیده شد و دیگری پیامی بود شبیه پیامی که توسط تلسکوپ رادیویی آرسیبو در سال 1974 به فضا ارسال شده بود. اما وقتی این پیام کدگشایی شد، تفاوت بزرگی با پیامی که از زمین ارسال شده بود داشت. در پیام آرسیبو خصوصیات انسان‌ها کدگذاری شده بود، اما در پیام دریافتی خصوصیات موجودات دیگر. در این پیام آمده است: سلام زمین، ما به پیغام شما جواب می‌دهیم که خود را معرفی کرده بودید. ما نیز زندگی هیدروکربنی داریم با ریاضیات و منطقی مشابه، هرچند که دی ان ای ما متفاوت است. ما از شما کوچکترین با سرهای خیلی بزرگ. ما ساکن شدیم در 3 سیاره در منظومه شمسی ما
سالان و در یک ماه. ما از رادیو تلسکوپ برای فرستادن این پیغام استفاده نکردیم، بلکه از تکنولوژی اشعه تلپاتیک استفاده کردیم. بعد از انتشار این خبر، صحبت‌های مبنی بر راست و یا دروغ بودن این ماجرا مطرح شد. اما آنچه که باید بدان توجه کرد، ارسال شش پیامی است که در همان سال یعنی 2001 به فضا ارسال شد. و اولین آنها درست 8 روز بعد از دریافت این پیام، یعنی در تاریخ 29 آگوست 2001 توسط آنتن یوپاتوریا به فضا ارسال شد. جالب است که بدانید خیلی از یوفولوژیست ها صورته که آدم نما را شبیه به تصویری که بر مریخ بود نسبت دادن. این تصویر توسط مدارگرد وایکینگ 1 از سطح مریخ گرفته شده که در تاریخ 25 ژوئیه 1976 از سوی ناسا منتشر شد. سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما بر روی دکمه سابسکرایب بفشارید.